ابزارهای این قسمت ما برای درست کردن چیزهای مختلف مثل پینت، تکس و حالا یه سری اشکال توی موشن استفاده میشن. به طور مثال قسمت اول که مستطیل یا همون مربع هست، شما میتونید با کلیک کردن و درگ کردن روی تصویرتون این شکل رو ایجاد بکنید. اگر شما دقت بکنید، من موقع ایجاد شکل یه آپشن دارم، اگر F7 رو زده باشید، که شما رنگش و اگر بخواید آوتلاین یا همون حاشیهش رو میتونید ایجاد بکنید و اینجا بتونید یه آپشن میده که حاشیهش چقدر باشه، اندازش. به طور مثال معنا 6 اگر بکنم، شما میده که خیلی کوچیک‌تر هست. این آپشن هایی که من خدمتون گفتم برای تمام ابزارهایی که ما توی این دو قسمت میبینیم صادق هست. یعنی مثلا من اگه بخوام یه دایره بکشم، توی دایره هم آوتلاین دارم. اگه بخوام میتونم آفش بکنم، یا مثلا اگه بخوام یه خط بکشم هم، البته توی خط من فقط یه رنگ خط رو دارم، چون خب خط دیگه ابعاد حجمی نداره. قسمت بعد ما شاید خیلی گسترده تر باشه. علتش هم اینه که خب شما با این قسمت فقط میتونید خط، دایره یا مستطیل و مربع ایجاد بکنید. اما تو قسمت create با بزیر تول شما میتونید هم کاری رو بکنید که با پن تول توی فتوشاپ انجام میدادید. یعنی به طور مثال یک همچین چیزی بکشید و ببندینش. بعد بیایید حالا مثلا اگر خواستید این گره ها رو مادیفای بکنید. باز شما اگر اینجا رو نگاه بکنید، شما هم یه آوتلاین دارین که میتونید قطرش رو تعیین بکنید، هم یه رنگ فیل دارید، میتونید حالا مثلا فقط آوتلاین داشته باشید یا فقط فیل داشته باشید. این نکته هم جالبه که شما بدونید یک سری استایل تصویری به صورت دیفالت با موشن نصب میشن که تنوع خیلی زیادی هم دارن. به طور مثال شما هر کدوم از اینها رو اگر خواستید میتونید به این شکل نسبت بدید. به طور مثال من میتونم اینجا بیام بگم که این شکل من یک همچین استروک یا یک همچین آوتلاینی داشته باشه. شما اگر الان دقیق به این شکل نگاه بکنید، کلن از همون بافتی که دیدید استفاده میکنه. اگر من یک بزرگترش بکنم شاید یک خورده واضح تر باشه. اما یه ابزار دیگه هم اینجا هست که شاید یه مقدار براتون غریبه باشه و اون هم بی اس پی لاینه. اگر شما با بی اس پی لاین کلیک بکنید، دیگه هندل به شما نمیده. در عوض شما یه چیزی دارید به اسم سی وی یا کنترل پوینت، سی پی ببخشید، که شما میتونید باهاش شکل رو، یعنی خاصیت انحنای شکل رو تعیین بکنید. برای ایجاد کردن گوشه های تیز توسط ابزار بی اس پی لاینمون، ما باید نزدیک هم کلیک بکنیم. یعنی به طور مثال اگر شما میخواین یک گوشه خیلی تیز ایجاد بکنید، باید 3 تا گره ایجاد بکنید تا اون گوشه تیز خلق بشه. شما اگه اینجا رو الان نگاه بکنید، در واقع نزدیکی این گره ها به هم میتونه اون زاویه رو خیلی تیزتر یا نرمتر بکنه. خب این نوع کشیدن هم برای خیلی از کارهای روتوسکوپی ممکنه خیلی به درد شما بخوره و خیلی وقتها خیلی سریعتر شما به نتیجه برسید باش نسبت به خود حالا مثلا بزیه. اما یه نکته جالبی در مورد این بی اسپلاین وجود داره. من اگه مثلا بیام اینجا بخوام این کوه رو روتوسکوپ بکنم حالا یا هر چیز دیگه ای، به طور مثال من ممکنه اینجاها کلیک بکنم. و همونطور که شما انتظار دارین این شکل ساخته میشه. اما یه نکته وجود داره. الان شما اینجا یه شکلی میبینید که میخواید تیزتر باشه بدون اینکه گره اضافه کنید. ممکنه من بخوام اینجا عیناً همین شکل رو حفظ بکنم، فقط یه خورده این منحنی اینجا رو تیزتر بکنم. شما روی هر کدوم از این گره ها اگر رایت کلیک بکنید، یه اسموت دارید و یه لینیر. اگر شما لینیر رو بزنید، اون
گره رو بر شما تیز میکنه و یه هندل در اختیار شما میذاره که شما با جابجا کردن این هندل، اگر من بگیرم و درگش بکنم، همونطور که میبینید میتونید این گره رو تیزتر یا نرمتر بکنید. و دقیقا به اون شکلی برسید که خودتون میخواید. مثلا من اینجا میخوام این تیز تیز باشه، لینیر رو میزنم و دیگه دست بهش نمیزنم چون میخوام عیناً همینقدر تیز بمونه. اگر شما پشیمون شدید میتونید دوباره روش رایت کلیک بکنید و اسموت رو بزنید و به همون حالت نرم برمیگرده، اما باز یه هندل در اختیار شما میذاره. شما هر کدوم از این گره ها رو اگر روش یک بار لینیر رو بزنید، هندل رو برای شما ایجاد میکنه. یه نکته خیلی منحصر به فردی که توی موشن وجود داره اینی که شما اگر نتیجه تأثیر یک گره رو نخواستید ببینید، میتونید اون رو دیزیبل کنید، نیاز نیست حتما پاکش کنید. به طور مثال من میخوام اینجا ببینم اگه این گره رو حذف بکنم چی میشه، ولی نمیخوام پاکش کنم. شما میایید اینجا به جای دیلیت پوینت که اون چیزی که شما توی فتوشاپ حالا یا برنامه‌های دیگه دارید، میتونید دیزیبل پوینت رو بزنید. همونطور که شما میبینید شکلتون به یه همچین چیزی تبدیل میشه، به این معنا که این پوینت الان قابل استفاده نیست و دیزیبل شده. اگر شما از نتیجه کار خوشتون نیومد و حس کردید که بودن این پوینت ضروریه، انیبل پوینت رو میزنید و دوباره به حالت قبل برمیگرده و در واقع اجرایی میشه. اگر شما بخواید این گره رو یا حالا چند تا گره رو هم توی موشن قفل کنید که دست بهشون نخوره به صورت اتفاقی، میتونید روشون رایت کلیک و لاک بکنید. حالا اگر من بخوام بیام اینجا و هر کدوم از اینها رو تغییر بدم، شما همونطور که میبینید نمیتونم این کار رو بکنم چون اینها لاک شدن، و برعکس اگر خواستید میتونید اونها رو آنلاک بکنید. حالا من میتونم اینها رو جابجا کنم یا حالا هر کاری دیگه که دوست داشتم با اونها انجام بدم. خب امیدوارم توضیحات من در مورد این دوتا ابزار مفید بوده باشه. توی قسمت‌های بعد به ابزار پینت و تکس میپردازیم.